سخنرانی علیرضا پناهیان در گلزار شهدای کرمان سال 98. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سردار با عظمت و عزیز ما که هم عظمت در او دیده می شد و در نام او این عظمت جاودانه هست و هم محبوبیت در او در حد اعلا بود و هست و خواهد بود، ویژگی های متعددی ازشون برشمرده شده و در همین ایام کوتاه بر سر زبان ها از کسانی که به او نزدیک بودند تا عموم مردم برخی از این ویژگی ها مشهور شده. شهید سلیمانی که طبیعی است موضوع بحث امروز ما، موضوع بحثی که مرتبط باشه با دعای ندوه و انتظار، موضوع بحثی که مرتبط باشه با تقاضای ما برای فرج، وجود نازنین ایشون باید باشه، از ویژگی ها و فضائل متعدد و برجسته ای برخوردار بودن که بنده نمیخوام الان فهرستی از این ویژگی ها رو عرض کنم، ولی دو ویژگی در ایشون بسیار برجسته بود که اتفاقا در این ایام من هرچه میشنوم کمتر از این دو ویژگی یاد میشه. ویژگی اول که تازه گاهی از اوقات از این ویژگی و فضیلت برجسته یاد میشه، یاد شده جست و گریخته، منتها میخوام شفافتر در محضر شما از این ویژگی حرف بزنم، ویژگی ترساندن دشمن بود. ایشون دشمن رو به وحشت انداخته بود و این کار هر کسی نیست. ایشون اهل جهاد و حماسه بود، ولی هر جهادگری هم این چنین رعبی در دل دشمن ایجاد نمی کنه. مردم وقتی میگن شهید سلیمانی مخلص بود، من دوست دارم به تک تک کسانی که به اخلاص ایشون پی برده بودن که بسیار درستم هست عرض بکنم که هر مخلصی انقدر محبوب نمیشه، هر مخلصی با هر درجه اخلاصی انقدر اثر نمیگذاره، هر مخلصی که مثلا در عرصه عبادت آدم مخلصی باشه تشییعی چنین با شکوهی پیدا نمی کنه. او مخلصی بود که یکی از آثار و شاخصهای مهم اخلاصش خوف و خشیت از خدا بود. کسی که از خدا ترسید، در روایات آمده خدا همه رو به ویژه دشمنان رو از او خواهد ترساند. اساساً ترساندن دشمن یک راهبردی است که هم مؤمنین باید این راهبرد رو پیگیری کنند، هم خود خداوند متعال می‌فرماید من هم همین کار رو می‌کنم. شما در دعای ندوه میخونید نصرتهو به رعب، خدایا پیامبر رو با ترسی که از او
در دل دشمن انداختی یاری کردی. در آیات کریمه قرآن هم هست، بعضیاش رو اشاره خواهم کرد. بعد از ظهور هم حضرت بیشتر از این که از اسلحه استفاده کنه، حضرت بیشتر از این که از نیروی نظامی استفاده کنند، از رعبی که در دل دشمن می اندازن استفاده می کنن. آدم ها اگه می خوان فاصله خودشون رو با سردار سلیمانی ببینن، در این شاخص نگاه کنن، ببینن چقدر دشمن از اونها می ترسه. سیاسیون جامعه ببینن چقدر تونستن دشمن رو بترسانند. البته برخی از سیاسیون تلاش وافر دارن ترس دشمن رو بریزن. اینها دقیقاً نقطه مقابل سردار سلیمانی هستند، اگرچه در مجلس ختم و نماز و مراسم او هم شرکت کنن یا پیام بدن. سردار سپهبد ما توانسته بود دشمن رو بترسانه، و اگر دشمن رو نترسانید دشمن چه میکنه؟ دشمن که ترس ذاتی خودش رو از جبهه حق داره، الخائن و خائف. دشمن که به خودی خود به خاطر اون همه دروغگویی، به خاطر اون همه جنایت ها که خودش انجام داده، خودش که میدونه چه خبر هست، در ذات خودش یه ترسی داره. شما تکون بخوری، قیام کنی در مقابل دشمن، دشمن باهات وحشیانه برخورد میکنه. چرا؟ چون میترسه. اگر دشمن رو نترسانی، دشمن زن و بچه تو رو خواهد ترساند. دشمن کاری خواهد کرد که تو یه عمری با ترس زندگی کنی. اگر دشمن رو تونستی بترسونی، یعنی درست رفتار کردی و بعد دشمن تو از بین خواهی برد. چیزی که از موشک مؤثرتر بر سر دشمن، ترسه که انسان بتونه تو دل دشمن بندازه. ما الان در فراغ این سردار با عظمت اسلام که نامش جاودانه خواهد شد و جاودانه است قطعاً، تنها نگرانی این که داریم، که نباید البته داشته باشیم، این است که آیا راه او اینچنین ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا او اینچنین تکثیر خواهد شد که کسانی در میان ما باشند که دشمن را در همین حد و اندازه بترسانند؟ حالا چی کار باید کرد که دشمن بترسه؟ من نمیدونم دیگه، شما خودتون بررسی بفرمایید، به این جزئیات نمیخوایم بپردازیم. ایشون آرم سپاه پاسداران رو محقق کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. شما راحت میبینید که خداوند متعال میفرماید که برید دشمن رو بترسونید، برید همه قوای خودتون رو جمع کنید. و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو و الله و عدو و کم، یه جوری آماده بشید که دشمن رو بترسونید. من البته همینجا به سپاه واقعا تبریک میگم که هم تونسته از نسل جدید کسانی مثل شهید حجاجی ها رو جذب کنه، یعنی حیاتش ادامه داره، و هم تونسته سرداران قدیمی خودش رو مثل شهید کاظمی، شهید همدانی، شهید شاطری و این شهید بزرگوار و دیگر شهدا از سرداران رو در خودش حفظ کنه. این فوق العاده است. ما صدر اسلام نداریم اینو. سرداران صدر اسلام چند سال بیشتر نتونستن دوام پیدا کنن، ادامه بدن اون راه رو. 40 روز حضرت زهرا سلام الله علیها رفت در خونه هاشون رو زد، یکی یکی
با بازوی شکسته، با پهلوی زخم خورده که بیاید منو کمک کنید. آخرین سرداری که رفت در خونشون رو زد سعد بود. سعد برگشت گفت آیا کسی تا حالا یا فاطمه جواب تو داده یا نه؟ حضرت فرمود ما اجابنی احدون، تا حالا کسی منو جواب نداده. سعد گفت منم نمیتونم جواب بدم. ما تو صدر اسلام کم میبینیم کسانی که انقلابی بودن، سردار بودن، بعد مونده باشن. باید به سپاه تبریک گفت که سردار سلیمانی بعد از 30 سال، بعد از 35 سال مثل یک جوان بسیجی 18 ساله در به در دنبال شهادت میگرده و میخواد پیش رفیق شهیدش به خاک سپرده بشه. مثل همون روزهای اول مقام نگرفتتش، اعتبار نگرفتتش. باید به سپاه تبریک گفت. واقعا یه همچین سازمانیه که تونسته یه همچین ظرفیت‌هایی داشته باشه که یه همچین کسانی رو تو خودش حفظ کنه. کجان اونهایی که از شکاف بین نسل‌ها صحبت می‌کنن؟ ببینن نوجوان‌ها با این سردار شهادت طلب چجوری ارتباط برقرار کردن. یکی از شاخصه های مهم سردار سلیمانی که ما میگردیم دنبال این شاخصه، شاخصه اوج اخلاص، شاخصه درست مجاهده کردن در راه خدا، شاخصه درست مبارزه کردن در ایشون بود، این بود که تونسته بود دشمن رو بترسونه. خدا هم همین کار رو میکنه. اولا به ما فرمود شما یه کاری کنید دشمن بترسه. ثانیاً خودش فرمود منم این کار رو میکنم. از یوحی ربک الی الملائکه انی معکم. وقتی که خدا پیام فرستاد به ملائکه که ملائکه من با شمام. فثبتوا الذین آمنوا، مؤمنین رو محکم نگه دارید، الهام کنید به قلبشون محکم بشن. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما در دل کافران رعب میافکنیم. خدا قول داده، خدا دروغ نمیگه. الان آمریکایی‌ها از ما میترسن، صهیونیستای اسرائیلی از ما میترسن. خدا شاهد هر چی دیرتر از منطقه فرار بکنن به خاطر اینکه تو ما آدمایی هستن که ترسشون رو ریختن، نه صبر کنید، حالا اونجوری هم ما نمیخوایم بزنیمتون، پالس میدن. چی موجب شد شهید سردار سلیمانی به شهادت برسه؟ رفقا همین ترسشون. شما فکر میکنید اونها نظرسنجی های هر ساله کشور رو نمیخوندن که محبوب ترین شخصیت سیاسی تو جمهوری اسلامی از بین سران مشهوری که مردم میشناسن با فاصله 2-3 برابری سردار سلیمانیه؟ نمیدونستن؟ شما فکر میکنید نمیدونستن که تو منطقه ایشون چه محبوبیتی داره؟ تو عراق چه محبوبیتی داره؟ شما فکر میکنید اینها صبح تشییع جنازه چشمشون باز شد گفتن وای نمیدونستیم اینقدر اینشون محبوب هستن؟ همه اینا رو میدونستن، پس چرا باز این جنایت رو انجام دادن؟ آقا اینا داشتن از ترس میمردن، دیگه نمیتونستن تحمل کنن، نفسشون داشت بند میومد، نفسشون رو گرفته بود سردار سلیمانی. این ویژگی. کی میخواد چیکار کنه تا اینجوری رعبش بیفته تو دل دشمن؟ حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا اینجوری عمل میکنن. میفرماد وقتی سپاه حضرت به جایی میره، رعب سپاه حضرت اول چیکار میکنه؟ دشمن رو نابود میکنه. ایشون میره دیگه درگیری نداره. من نمیخوام الان
زود روزه بخونم، ولی چه کنم که یاد قمر بنی هاشم و الفضل العباس میفتم. تا زمین افتاد دشمن به خیمه ها نزدیک شد، ترسش ریخت. علمدار حسین. البته در کشور ما اینجوری نشده و نمیشه، قطعا هم نمیشه، ولی بقیه حواسشون باشه، مردم میدونن چه خبره. دشمن اگر نزدیک بشه یعنی ما یه جوری رفتار کردیم که ازمون نترسیده، کارمون شیشه خورده داره. یه نکته ای رو عرض بکنم، جزو مشهورات و جزو مشهورات غلطیه که تو مردم جا افتاده، شاید ماها دقیق نگفتیم. در جریان غارات، یعنی اون زمانی که سه تا جنگ رو علی ابن ابی طالب انجام داده بود، معاویه برای اینکه جامعه تحت پوشش علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ضربه بهشون بزنه، فهمیده بود سستی رو، سستی در سربازان امیرالمومنین علی علیه السلام رو فهمیده بود. به یکی از فرماندهان رذل خودش دستور داد با 6000 نفر برو شروع کن غارت کردن، بکش، غارت کن، برگرد، وای نستا. خب شروع کردن به غارت کردن. حالا هرچند رسیدن به شهر انبار، اونجا یکی از اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام با 30 نفر مقاومت کرد و به شهادت رسید، بقیه یاراش فرار کردن. ولی در اون ماجرا یه قصه اتفاق افتاده، من به شما بگم، این جزء مشهورات غلطه. شنیدید اونجا اومدن غارت کردن، خلخال از پای زنان کندند و بردن، مسلمان و غیر مسلمان. بعد حضرت فرمودن من شنیدم خلخال از پای زنان کندن و بردن، یعنی چنین ظلمی کردن. مشهور شده که حضرت فرمودن اگر یه مردی بشنوه خلخال کندن، ظلم کردن، بمیره حق داره از بس ناراحت بشه. ولی حضرت اینو نفرمودن. دقت که میکنی به متن، متن اینو میگه، میفرماد شنیدم اومدن غارت کردن، کسی مقاومت نکرد جز این که ترسیدید، فقط التماس کردید. بعد خون از دماغ کسی نیومده، غارتگرا برگشتن، چرا نزدیدشون؟ حضرت میفرماد این فاجعه رو کسی بشنوه بمیره حق داره. بعد خود حضرت حالشون بد شد. اونجاها بود، تو همین خطبه بود فریاد میزد یا اشباه الرجال ولر رجال، به مردم خودش میفرمود نامردها. اونجا بود که فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، و بعد توضیحات مفصلی که اگر جهاد نکنید، اگه مقابل دشمنتون وای نستید، با ذلت و خاری همه چیتون رو از دست میدید. اگر جواب دندون شکن ندید، با ذلت و خاری نابود میشید. اونجا بود که حضرت میفرماید چرا قبل از اینکه به شما حمله بکنن نرفتید بیرون به دشمنتون حمله بکنید، گذاشتید اومد تو خونه؟ اگر صبر کنی دشمن بیاد تو خونت، نابودی. ما میخوایم بگیم یا امیرالمومنین بعد از 1400 سال اوت تو رو سردار سلیمانی و اصحابش و انصارش جواب دادن، تو اونی که میخواستی سردار سلیمانی بود، رفت دشمن رو بیرون خانه زد، رفت مقاومت کرد. شما فکر میکنید ما بتونیم سردار سلیمانی رو معرفی کنیم به جهان؟ حدس میزنید بتونیم؟ بتونیم یه سریال بین المللی از زندگیش بسازیم که جهان عاشق او بشه؟ فکر میکنید بتونیم احیانا به اندازه تمام بودجه‌ای که
برای امنیت کشور هست صرف کنیم برای اینکه یک سریال از این شخصیت بسازیم ایشون رو جهانی بکنیم میصرفه ها. این امنیت نهایی ما رو تضمین خواهد کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود وایسادید نگاه کردید اومدن خلخال کندن رفتن. اون چیزی که مشهوره خیلی ها فکر میکنن حضرت فرموده است که خلخال کندن، ظلم کردن به یک زنی، این خیلی سنگین تموم میشه برای آدم، آدم بشنوه بمیره حق داره. نه، فرمودن اومدن خلخال کردن، هیچی نگفتید قبل از اینکه حمله کنن؟ بهشون حمله نکردید؟ البته تعبیر منظور شما حتما از مرگ بر منافق، مرگ بر سازشکاره، مرگ بر کسی که کوتاه آمده است. هیچ وقت در تاریخ تندیس برای یه سازشکار نساختن، سرود برای یه سازشکار نساختن، هیچ وقت تشییع جنازه هیچ سازشکاری اینقدر شلوغ نمیشه، اینقدر مردم اشک در مرگ یک سازشکار نمیریزن. فقط برای یک جهادگری که دشمن ازش میترسه مردم اینجوری قوقا میکنن. ما ایشون رو اگر به جهانیان معرفی کنیم، به جوانهامون معرفی بکنیم، قوت قلب میگیرن. حالا بعضیا که به جای اینکه دشمن رو بترسونن، عرض کردم دشمن رو ترسش رو میریزن، حالا اونا هیچی، بعضیا ما رو میترسونن از دشمن. اینا رو کجا بگذاریم دیگه؟ ما رو از دشمن میترسونن. دشمن حتما از ما خواهد ترسید. ما از مسئولین میخواییم رعدی که دشمن از سردار سلیمانی پیدا کرد از تک تک شما باید پیدا بکنه. دیگه من وارد جزئیات نمیشم چرا سردار سلیمانی رو زدن، با اینکه میدونستن انقدر هزینه داره براشون، برای اینکه دیگه داشتن از ترس میمردن، هزینه هاشو گفتن تحمل میکنیم. من تحلیل های تلخ دیگر رو از اینکه چرا سردار سلیمانی رو زدن عرض نمی کنم. همین یه دونه تحلیل رو فعلا بگذاریم، اون وقت رئیس جمهور احمق شومن دلغک قمارباز آمریکا میاد جلو میگه من دستور دادم. میدونید چرا هول شده اومده به خودش میگیره؟ از اون که کاره ای نیست تو عالم، یه شومنیه که میارن بازی دموکراسیه. نظام سلطه اون صهیونیستایی که پشت پردن، هیچ وقت همیش کسی اونا رو نمیشناسه. یه پایگاهشون فلسطین اشغالیه، شیشه عمرشون اینجاست، اونا تصمیم گرفتن، اونا وحشت مردن. زود میاد میگه من که کسی ذهنش سراغ اسرائیلیا نره. یکی دو هفته هم هست که میبینی خفه خون گرفتن، یعنی ذهنتون طرف ما نیایدا از شدت ترس. شاید بیشترین کسی که باید مصاحبه میکرد و ابراز خوشحالی میکرد و نمیدونم چی، رؤسای پلید رژیم صهیونیستی بود. آمریکای مثلا رئیس جمهور دلغک آمریکا رو انداختن جلو، تو به گردن بگو من دستور دادم که یه وقت کسی سراغ ما نیاد. خب ببینید، اینا شعارهای ماست.
با این شعارهای ما امام زمان نمیاد. مسئولین ما باید اینجوری باشن، که فرده میکنه ما اینجوری باشیم. باید دشمن وحشت کنه از مجلس شورای اسلامی، از هیئت وزرا باید وحشت کنه، با همه تدبیر، منطق، مهربانی، عطوفت، اشک که در وجود نازنین سردار سلیمانی بود، این موجود لطیف، این موجود دوست داشتنی، این عاشق چرا دشمن رو تونسته بود از خودش بترسانه؟ این ویژگی اول سردار سلیمانی که کمتر در موردش حرف زده شده. بله خب ویژگی های متعدد مثل اخلاص، مثل معنویت ایشون، مثل جهادگری ایشون همه مقوم این ویژگی هستن. این در واقع شاخص صحت و سلامت و کمال اون ویژگی هاست، ولی هر کدوم از اون ویژگی هاش رو ممکنه یکی از ماها یه مقداریشو داشته باشه. دشمن باید بترسه، دشمن باید در اثر این ترس از ملت ما فاصله بگیره. ویژگی دیگری که در سردار سلیمانی بود که حتی رهبری عزیز انقلاب هم تصریح نکردن به این ویژگی و خیلی ها هم نمیدونم چرا نمیگن، قریبتر از ویژگی اوله، من با شما اون رو در میون بگذارم، ویژگی ولایت مداری ایشون بود. کلماتی که حتما تصاویرش پخش شده از ایشون دیدید، من بذارید کلمات ایشون رو بخونم. با بغض، با گریه، چند نفر از مسئولین مملکت اینجوری هم؟ چند نفر از اداره کنندگان کشور اینجوری هم؟ نمی ترسید از اینکه اینجوری از ولایت مداری، از ولی فقیه، از رهبری حرف بزنه؟ بهش بگن تون رو، بهش میگن مبالغه آمیز داری درباره رهبری صحبت میکنی. نمیترسید از این که بهش بگن تو چرا اینقدر رهبری رو بالا میبری؟ کلمات شهید سلیمانی رو درباره رهبری ببینید، حتما تصاویرش رو دیدید. بنده همیشه سعی دارم حرفی رو که همه در جریان هستن نگم دیگه، اونو که میدونن همه، اونو که میبینن، برم یه حرفی که کمتر شنیده شده بزنم. البته باید اهمیت داشته باشه به قدر کافی، ولی با این که میدونم تصاویر این تو موبایلای، تصاویر این سخنان شهید سلیمانی تو موبایلای همتون هست، حاضرم تا این لحظات پایانی صحبت 10 مرتبه این کلمات رو بخونم. این وجود شهید سلیمانی بود، این تمایز شهید سلیمانی بود. ایشون با بغض، با حالت گریه در سخنرانیش گفت والله والله والله، از مهمترین شؤون عاقبت به خیری، دوباره تکرار کرد والله والله والله، از مهمترین شؤون عاقبت به خیری، رابطه قلبی، دلی و حقیقی با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه، مهمترین چیزی که روز قیامت از شما، از همه سوال می‌کنند، چقدر تو مطیع ولی فقیه بودی. اجازه بدید فراد بشم. شما که همینطور هستید، افتخار شماست این سردار. ایشون میتونست بفرماید که کلن انسان باید ولایت مدار باشه، ولایت امام زمان علیه السلام را آدم باید داشته باشه. میتونست بگه سربازان ابا عبدالله الحسین، ابا الفضل العباس،
ولایت مدار بودن نسبت به حسین، میتونه از اصحاب حضرت ولیعصر از راه‌های دور حرف بزنه، نمیاره از نزدیک صحبت میکنه. والله 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 با بغض در گلو باید طوری بشه که رفیق شفیق ایشون سید حسن نصرالله خدا حفظشون کنه تو رسانه‌های عمومی در حال پخش مستقیم تو جهان برگرده صریحا بگه در جمهوری اسلامی مسئولین جمهوری اسلامی اونجوری که باید و شاید حرف رهبری رو گوش نمیدن. اجازه بدید فداتون بشم، بذارید جوش فکر کنیم. شعارهای شما حقیقی حرف دلتون هست، بذارید فقط من اینها رو با صدای بلند بگم، فکر نکنن اینا چهار تا شعار بر سر زبون شما، شما میفهمید دارید این شعارها رو میدید. من یه گزارشی از اون فهم پشت سر ضد ولایت فقیه، ضد نیستن اینا، کم میذارن از ولایت فقیه زد. من کسی جرأت میکنه؟ سردار سلیمانی تمام وجودش این بود یک لبخند روی لبهای مقام معظم رهبری بیاره و هزاران بار این لبخند رو بر لبانه ایشون آورد. اگر ما بخوایم بگیم چگونه بود درباره ولایت فقیه درباره رهبری عزیز انقلاب، باید مثال پروانه و شمع رو بزنیم، باید مثالهایی بزنیم که مثالها کم میارن در مقام تشبیه. و این در وجود سردار سلیمانی کاری کرده بود. ایشون مثل یک ابرقدرت، مثل یک کوه تونسته بود بر دشمن تأثیر بگذاره. این همه از اخلاص صحبت میکنیم، آخرش چند؟ آخرش رو بگو، یعنی چی اخلاص؟ ترجمه اخلاص چیه؟ یه جوری ملموستر حرف بزن. ایشون مخلص آقا بود، در بس تو راهی هم سوار نمیکرد و پاش ایستاده بود، مبهم حرف نمیزد، حاشیه نمی رفت، تعدیل نمی کرد آقا رو، توجیه نمی کرد بخواد مخالفتی یا فرار از فرمانی داشته باشه. می گشت ببینه آقا چی دوست داره، می رفت اونو انجام می داد. ایشون ولی فقیه زمانش رو از خودش راضی کرده بود. دیدید آقا گریه می کرد، هی میگفت اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. دیدید نایب امام زمان چی میخوای دیگه؟ سردار سلیمانی نایب امام زمان شهادت داد، سه مرتبه عشق ریخت، چون میدونست آرزوی سلیمانی این بود، آقا تو بیای بالای بدن من بگی هم من راضی. فداتون بشم برای شما مردم آسونه بگید جانم فدای رهبر، نمیدونم این شعارها رو بدی، برای امام بگی، برای رهبری بگی. یه ذره آدم ها پست پیدا میکنن دیگه به این سادگی ها نیست، یه ذره نه پست، اعتبار اجتماعی پیدا میکنن دیگه به این سادگی ها نیست. این فاطمه بود که در اوج عزت همه هستیش و فدای علی کرد. یک کمی از علی فاصله می گرفت، به خدا اون وقتی که اومد مسجد بهش توهین کردن، نه تنها توهین نمی کردن، تمام مسجد جلو قدمای فاطمه بلند می شدن، میگفتن خانم تو دختر پیغمبری، تو احترامت بر ما واجبه، حساب تو از حساب علی جداست. خود فاطمه نمیخواست حسابش از حساب علی جدا باشه،
برای همین لگد به سینه در زدن صدای نالش بلند شد، والا کسی با فاطمه کاری نداشت. سردار سلیمانی، گفته بودی فاطمیه امسال نیستی. میخوام برای تو روزه بخوانم. سردار سلیمانی، تو ولایت مداری این روزه رو میفهمی. تو به شهادت رسیدی با افتخار، با آرامش، خوش به حال خانوادش. من چجور به این خانواده بخوام تسلا بدم یه همچین مرد بزرگی رو از دست دادن؟ این خانواده جز با معجزه الهی تسلا پیدا نخواهد کرد. دیگه این پدر به این خانه نیاد، قابل تصوره؟ دعا کنید برای تسلاشون. یه دعا هم برای تسلای دل مقام معظم رهبری داشته باشید. یه امام علمدارشو از دست بده، نوشته تو مقاتل حسین وقتی گریه میکرد برای عباسش آستینشو جلو چشمش میگیره. دیگه با دستش اشک چشمشو نمیتونست جمع بکنه. ولی میخوام روضه فاطمیه بخونم. نیستی تو روضه فاطمیه امسال شرکت کنی، ثواب این روضه همش برای تو. تو با افتخار به شهادت رسیدی، ولی تو بالای سرت با عزت، با احترام، احترام ولی خودتو افزایش دادی با این شهادتت، با آن شهامتت. لا اله الا الله. میخوام بگم سردار سلیمانی، امان از دل زهرا وقتی ولیش رو دست بسته توی کوچه میکشیدن چگونه تونست تحمل بکنه؟ حق داشت دق بکنه یا نه؟ خدا شاهده این چند روز من مردم رو میبینم عصبیان، یه جورایی به هم ریختن، یه گوشه دلشون یه نشاطی از نور معنویت ایشون هست، یه آرامشی از تداوم راه ایشون هست، یک افتخاری هست. یه گوشش مردم کرمان، من تشییع نتونستم طاقت بیارم، بلند شدم و اومدم شما رو میدیدم. آقا قهرمان ما رو زدن. یبن الحسن این دلها رو آرام کن. خیلی سخته. فاطمه زهرا پهلوی شکسته رو میتونه تحمل بکنه، ولی علی گوشه خونه نشستی نمیتونم تحمل کنم. دق میکنم. سردار سلیمانی تنها نبود در درس دادن درباره ولایت فقیه. این سیره شهدای ماست. مسئول محترم قبلی بنیاد شهید نماینده ولی فقیه حاج آقای رحیمیان در اون زمان می‌فرمودند که پژوهش‌های بنیاد شهید وصیت‌نامه‌های 200 و خورده‌ای هزار شهید رو بررسی کرده. خب شهدا کی وصیت‌نامه می‌نوشتن؟ در اوج احساسات و عاطفه معنوی، در اوج دلدادگی، در اوج بصیرت و فهم. توی هر وصیت‌نامه به طور متوسط 4 مرتبه از ابا عبدالله الحسین و کربلا و عاشورا سخن گفته شده. خب این آمار خیلی طبیعیه، قبلگاه دفاع مقدس ما بود، آرزوی رزمندگان ما بود، همه هستی و انگیزه رزمنده‌های ما بود ابا عبدالله الحسین و کربلا و عاشورا، درس آموز و الهام بخش رزمندگان ما بود. بعد می‌فرماید فراوانی یک موضوع دیگه هم تا
توی وصیت‌نامه های شهدا همینقدر بالا بود. در وصیت‌نامه هر شهید به طور متوسط اگر 4 مرتبه از ابا عبدالله الحسین سخن گفته شده، 4 مرتبه هم از ولایت فقیه و تبعیت از رهبری صحبت شده. اصلا شهدا من نمیدونم چرا اینجوری میشن. این شهید زنده ما هم طبیعی مثل بقیه شهدا. والله 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 حبیب ابن مظاهر اومد بالای سر مسلم ابن اوسجی، داشت جان میداد، گفت عزیز دلم منم به تو ملحق میشم، ولی رسم وصیت بکنه مؤمن هنگام شهادت، هنگام از دنیا رفتن وصیتی داری به هم بگو. حالا تو صحنه جنگ تو کربلا مسلم ابن اوسجی دیگه نمیتونست حرف بزنه به سادگی در اثر زخم و جراحت، انگشت اشارش رو برد بالا حسین رو نشون داد، گفت جان تو جان حسین، و جان داد. ولایت مداری اصل ویژگی ایشون بود. اگر همه ویژگی ها رو داشت به ولایت مداری نمی رسید، به شاخص ولایت مداری نمی رسید، خدا شاهد نه اخلاص تمام بود، نه جهاد مقبول می شد، نه عبادات و معنویات. یکی از حواریین حضرت عیسی مثل بقیه حواریین 40 روز همه عبادت کردن، بعد که عبادت انجام دادن همه عبادتاشون قبول شد، یه نفر قبول نشد. اومد گفت یا حضرت عیسی چرا عبادت من قبول نشد؟ از خدا سوال کرد حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام. خداوند متعال فرمود ایشون تو دلش گاهی به تو شک میکنه، من نمیتونم عبادتشو قبول کنم، من قبول نمیکنم. بعد حضرت عیسی بهش فرمود که تو دلت مثل این که با من صاف نیست، دلت. او برگشت گفت آره ته دلم گاهی یک کمی نسبت به تو تردید میکنم. فرمود خب درست کن، و الا خدا عبادت رو رفت درست کرد خودش رو. بعد 40 روز عبادت کرد. این عبارت سردار سلیمانی رو ببینید، میفرماد والله من نمیدونم این عبارت ها از کجا بر زبان ایشون جاری میشد. مهمترین شأن عاقبت به خیر میدونه. بعد میفرماید چی مهمترین شأن عاقبت به خیری؟ رابطه قلبی و حقیقی با رهبری. رهبری رو هم به عنوان حکیمی که سکان داره انقلابه داره معرفی میکنه. یادتون نره رفقا، خواهش میکنم دیگه بعد از سردار سلیمانی مریدان ولایت فقیه، معتقدین به حکمت رهبری، پنهان نکنن، بگن به زیبایی، بگن با همین بغض در گلو خفته، بگن با عشق چشم، بگن به خدا قسم اصحاب حضرت ولی از ارواح الله رو فدا که رعبشون دشمن رو نابود میکنه به خاطر شدت ولایت مداریشونه. رعب امام زمان ارواح الله رو فدا چیه که تو دل دشمن میفته؟ شما فکر میکنید اصحاب حضرت ولیعصر ارواح الله و فدا زیاد تیکه تیکه میکنن مردمو که رعبشون تو دل دشمن بیفته؟ عشقشون به آقا، عشق اصحاب حضرت ولیعصر، میدونن این آقا خاطرخواه داره، این آقا اشاره کنه. خدا شاهد منطقه همین الان هم خیلی بالا، خیلی بالاتر از زمان رسول خدا و بعد از رسول خدا، خیلی بالاتر از این حرفا. رعب حضرت آقا تو دلشونه. خدا لعنت کنه اونهایی که با ساز مخالف زدن میخوان ابهت جهانی و منطقی ولی فقیه رو، شخص مقام معظم رهبری رو بیارن پایین، که تلاششون رو بعضیا کردن و موفق نشدن و نخواهن شد. ما چی باید از خودمون نشون بدیم؟ قدرت، والله والله بالاترین قدرت ما تبعیت از ولی فقیه، این بالاترین قدرت ماست. خدا شاهد این بالاترین قدرت ماست. تأمل بفرمایید فداتون بشم. اگر یه جامعه‌ای با بمباران 1000 شهید بده، ولایت مداری درش نباشه، این قدرت رو نداره.
من نمیخوام مثال بزنم کشورهایی رو که میلیونی شهید دادن، هیچ وقت به اقتدار و قدرت ما نرسیدن. ما میلیون شهید ندادیم. سردار سلیمانی رو اگر میخوایم ادامه بدیم اینو داشته باشیم. روزه ابوالفضل العباس بخونم مجلس رو تحویل بدم. میدونید چی شد؟ شمر اولین کاری که کرد محاصره قطعی شد، گفت بریم یه جوری ابوالفضل رو از حسین جدا کنیم. اومد نزدیک خیمه مهربان عباس رو صدا میزد، عباس به هم ریخت، روشو میکرد، اون وقت جواب نمیداد. ابا عبدالله الحسین به نجات عباس اومد، صدا زد عباسم برو جوابشو بده. نوشتن یه نگاهی عباس به حسین کرد، آقا من با دشمن تو حرف بزنم؟ حرف بزنم لبخند که چه عرض بکنم؟ خدا رسوا کنه اونهایی که جشن گرفتن علنی از رؤسای کشورهای اروپایی در شهادت سردار سلیمانی. اونا رو من کاری ندارم، اون جهنمی ها رو در موردشون حرف نمیزنم. خدا رسوا کنه کسانی رو که به روی اینا لبخند میزنن. ابوالفضل گفت آقا شمره، من در واقع به زبان حال روزه بخونم براتون. حسین فرمود عباسم قبولت دارم، برو جوابشو بده ردش کن. یه جوری عباس با شمر حرف زد، تو لعنتی میخوای از طرف اون لعنتی و ملعون برای من اماننامه لعنتی بیاری؟ شمر فرار و برقرار ترجیح داد رفت. شب عاشورا هی نگهبان میذاش برای سپاه خودش، میگفتن چه خبره؟ میگفت اون چیزی که من تو چشم عباس دیدم. ولایت مداری عباس رو قوی کرد. ناله بزنیم، یه روزه دیگه بخونیم، هدیه کنیم. ولایت مداری فاطمه رو قوی کرد، دست به کمربند علی گرفت، 40 نفر از اون طرف میکشیدن، نمیتونستن علی رو از دست فاطمه نجات بدن. نمیذارم علی رو به مسجد ببری. اگر قنفذ نبود در آلکش آکش، علی را من به خانه برده بودم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. بیان معنوی نقطه آی آر.